بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی داریم در ارتباط به صلح و آشتی کردن در میان مردم. اسلام به عنوان دین رحمت، دین شفقت و محبت، پیامش همیشه این بوده است که در میان جامعه انسانی صلح و آشتی برقرار باشد. اسلام خودش دین صلح است، دین آرامش است، دین سکون و محبت و عشق و علاقه است. به خاطر همیست که همیش تأکید داشته است که ای مسلمانان، فصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. در سوره حجرات آیه 10، در بین برادرانتان صلح کنید، آشتی نمایید و در امر صلح خدا را ناظر بدانید و از عذابش بترسید. امید است که مشمول رحم و لطف خداوند قرار یابید. و در حدیث این هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند که آیا شما را رهنمایی نکنم به کاری که اجر و پاداشش از نماز و روزه و زکات بیشتر باشد؟ حاضرین در مجلس گفتند ما را رهنمایی فرما. بله ای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند اصلاح و آشتی دادن در میان مردم، یعنی اینکه ارزش این و مقام این حتی از نماز خواندن و روزه گرفتن در پیشگاه خداوند مقام بالاتر و با اهمیت سزاتری دارد. به خاطر همین است که ما مسلمانان باید از غدر، از حیله و از نیرنگ خود را دور بسازیم. هیچ وقت به فکر خیانت کردن به یکدیگر نباشیم. لا تغلو ولا تقدرو. ما غشکاری و خیانتکاری و در پنهان و خفا انجام دادن کاری که بر ضرر افراد دیگر باشد را باید از ذهن و فکر خود دور بدانیم، تا اینکه ایجاد صلح و آشتی در میان مردم کرده باشیم، خود ما نمونه برقراری این صلح و آشتی باشیم. دو نفری که با هم اختلاف دارن اونا را با هم آشتی بدهیم. و این یکی از رسم و رواج ها و سنت های پسندیده جامعه مسلمان ما در سابق و امروز بوده است که همیشه بزرگترها و همیشه افراد خیر در جامعه بودن که دشمنی ها را از میان می بردن و دوستی ها را به وجود می آوردن. حتی اگر برادر و خواهر مسلمانی، فامیل مسلمانی، قومی با قوم دیگر ناراحت و کینه پیدا کرده است، حالا به هر علتی که در میانشان بوده است، افراد خیر پا می گذارند و این را به صلح و آشتی تبدیل می نمایند. نه اینکه ما بی تفاوت نشسته باشیم و بگذاریم که آنها هرچی می کنند و ما بر آنان پوزخند زنیم و از خود صحنه های اینچنانی در بیاوریم. آنچه که بر ما لازم است است که در همه حال مسئولیت دینی و اسلامی خیش را انجام دهیم و در میان خانواده های مسلمان، در میان برادرانی که با هم ناراحت هستند، در میان کاکاها و بچه کاکاهایی که با هم اختلافات پیدا کردن، حتی در میان همسایه هایی که مشکلات پیدا کردن، در میان خوشاوندهایی که نتوانستن یک دیگر را بشناسن و ایجاد مشکل شده است، بین آنان دوباره آشتی و صلح و آرامش را برقرار نماییم تا کینه و نفرت از جامعه اسلامی و انسانی دور شود، تا اینکه با هم بتانند در فضای محبت و عشق زندگی کنند. و این وظیفه هر فرد مسلمان است. ما نمیتوانیم نسبت به دشمنی هایی که در جامعه به وجود آمده بی تفاوت بمانیم و دوباره هم بر این آتش هیزم بریزیم. باید کوشش کنیم که دشمنی ها را به محبت و قهر و فاصله ها را به صلح و آشتی تبدیل نماییم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. امیدواریم که این شعار برای هر فرد مسلمان ما باشد، برای هر زن مسلمان، برای هر پدر و مادر مسلمانی که در میان خانواده به عنوان فرد بزرگی مطرح است، که همیشه پیش قدم شود و فضای محبت و دوستی را در میان فرزندان و اقربا و خویشاوندان خویش به وجود آورد، که این یکی از مسئولیت ها و یکی از
پاداش های بزرگی است که خداوند جزا و ثواب این را حتی از نماز و روزه گرفتن هم بالاتر در پیشگاه خیش قرار داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.